آیین بهائی. سلام و درود فراوان به شما بینندگان پرمهر تلویزیون آیین بهائی. برنامه امروز را با تشریح یک فقره از کلمات مکنونه، یکی از آثار عرفانی حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهائی، آغاز می‌کنیم. سپس مصاحبه آقای دکتر معین افنانی را با میهمان برنامه آقای مهندس حسین امانت، مهندس طراح میدان آزادی و یا میدان شهیاد و بسیاری از آثار تاریخی و هنری در ایران و سایر نقاط جهان گوش می‌کنیم و به نحوه کار و دیدگاه ایشان نسبت به محیط زیست و زندگی مردم آشنا می شویم. و در بخش پایانی برنامه لیلا حیدریان یکی از تجربیات خودش را با ما در میان می گذارد. امیدواریم که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد و مانند همیشه پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. همراه ما باشید. ای دوستان من، یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعه مبارکه زمان واقع شده با من نمودید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی بینم. البته غرور و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانست صبر نمودم و اظهار نداشتم. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، امروز خوشحال هستم که درباره یکی از مسائل مهم کلمات مبارکه مکنونه اثر مبارک حضرت بهاءالله با هم صحبت کنیم. در واقع یک نکته اصلی که مثل خط سرخی در تمام این کلمات مکنونه عربی و فارسی به نظر میرسه، مسئله عهد و پیمان هست و اهمیت وفای به این عهد و پیمان. و باز نکته‌ای که به خصوص در کلمات مکنونه فارسی به چشم میخوره، تأسف و تأثر و در بعضی جاها حتی گریه و نوحه حضرت بهاءالله و انبیا و مقدسین و فرشتگان از اینکه چرا نوع بشر اینقدر به این عهد و پیمان الهی که مایه وجودی اصلی زندگی روحانی این انسان هست بیوفا بودن و بیوفایی کردن و در مقابل اون نافرمانی و عصیان کردن. از نظر اهمیت این مسئله تعداد بسیاری از فقرات کلمات مکنونه فارسی و عربی مربوط به عهد و پیمان میشه. بنده محض نمونه یکیش رو خدمتتون میخونم و به این مناسبت کمی راجع به مسئله عهد و پیمان در ادیان با هم صحبت میکنیم. این شماره 71 کلمات مکنونه فارسی هست که میفرماین ای دوستان من، یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعه مبارکه زمان واقع شده با من نموده اید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی بینم. البته غرور و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم. این یکی از اون فقراتی است که مربوط به مسئله عهد و میثاق میشه، همونطور که عرض کردم. و در این فقره
بسیاری از معارف عرفانی قدیم نهفته هست که شرح و بسطش خیلی مفصل هست. بنده خب در این چند دقیقه فرصت نمی کنم، فقط اشاره می کنم این که این بقعه مبارکه زمان در اینجا آمده، این بعد از شرح و بسط مفصل می رسیم مقصود و منظور یکی از مقاصد و یکی از معارفی که از اون حاصل میشه این هست که این عهد و پیمان الهی بسته به زمان خاصی نیست و شامل حال همه ازمنه تاریخ بشر میشه، که باز اشاره میشه که به تداوم و استمرار ظهورات الهی، برای اینکه هر عهدی دو قسمت داره و هر قراردادی و پیمانی دو قسمت داره و یک قسمت اون چی هست که خداوند به ما میبخشه و میده و فضل و عنایت میکنه، و در مقابل اون فضل و عنایت و جود و کرم و محبتی که در واقع سبب خلق کائنات شد و خلق ما شد، در مقابل اون از ما چیزی میخواد. ما در مقابل همین نعمتی که به وجود آمده و نعمتی که به ما قوه عقل و دانش داده شد و نعمتی که به ما داده شد که خداوند رو بشناسیم، یگانه موجودی در دنیا باشیم که شرف شناسایی و معرفت و محبت خداوند به ما داده شد، در مقابل این عهد از ما گرفته شد در همه ادیان که به احکام و دستورات و اون چه که پیامبران که واسطه خدا و واسطه اون عهد و اجرا کننده اون عهد و پیمان در این دنیا هستن به ما میگن، اون رو اطاعت کنیم و عمل کنیم. حالا خداوند از اون طرف عهد خودش رو عمل میکنه، نفس وجود خداوند، نفس این خورشید پیامبران که میتابن، نفس اینکه پیامبران تجدید میشن و دیانت تجدید میشه و این پیامبران رو هر وقت میان برای اینکه اون دوای درد روز رو بیارن و ما رو اصلاح کنن و دردهای جامعه بشری و نفس انسانی رو از بین ببرن، برای نفس همین چه زحمت ها میکشن، چه رنج ها میکنن، به صلیب زده میشن، به تبعید گرفتار میشن، مثل حضرت بهاءالله 40 سال به زجر و زندان و تبعید گرفتار بودن، مثل حضرت محمد قوم خودشون و اقوام عرب مخالفت با ایشون کردن و چقدر ظلم و ستم به مسلمانان اولیه کردن که تا اتیوپی فرار کردن. در همه ادیان همین بوده، چون هر وقت نور جدید میاد به اون ظلمت قدیم به طور اتوماتیکمان، بخوایم یک کلمه خارجی راحت تر بگیم، به جنگ میپردازن. همون که در دیانت حضرت زردوش میفرماین که اون تاریکی با روشنایی در جنگ، اهورامزدا با اهریمن در جنگ و بالاخره اهورامزدا پیروز میشه. در همه دورها بالاخره اون پیامبران الهی اون بیان الهی و کلمه الهی رو در دنیا به کار بردن و دنیا رو به اون جهت کشاندن، ولی خودشون رو فدای این کار کردن. از جمله از بالا میفرمایند من این زنجیر و زندان رو تحمل کردم تا نفوس انسانی از زندان نفس و هوا آزاد بشن، و انشالله که ما قدر این آزادی رو که خداوند به ما امکانش رو عنایت کرده بدونیم و خودمون رو از بندهای تعصب و تقلید و نفس و هوا نجات بدیم و به اون هوای آزادی پرواز کنیم که در اون هوا بتونیم حقایق رو بهتر ببینیم. اما این عهد و پیمانی که عرض کردم دو قسمت داره. یک قسمتش اجرای دستورات دینی هست که از مهمترین دستورات روزه هست و نماز هست و سایر احکام و اخلاقیات و عبادات هست که خب مؤمنینی که اقدام به اون میکنن این قسمت از عهد و پیمان رو در تمام چند صد سال یا هزار سال دیانت عمل میکنن. قسمت دوم عهد و پیمان که متاسفانه یا فراموش میشه یا اون وقتی که وقتش میرسه و ما به امتحان میفتیم که آیا در اون قسمت هم موفق میشیم و از امتحان پیروز بیرون میاییم، در اون قسمت خیلی مشکلات پیش میاد و این در بشارات و اشارات کتاب‌های مقدس اشاره شده، این که به اون روز قیامت، اون روزی که واقعا هر ملتی و هر امتی امتحان میشن به عنوان روز عذاب حتی نامیده شده، روز قیامت نامیده شده که قیامت معنیش قیام پیغمبر است به دستور خداوند و آوردن دین جدید، به صراط نامیده شده که میگن اون صراط اون پلی که روز قیامت باید بگذری از مو باریکتره و از شمشیر تیزتر، یعنی اینقدر سخت گذشتن از این امتحان آخرش. مثل اینه که ما 9 ماه مدرسه میریم و خب سر امتحان سوالات میذارن که سعی کنن ما رو امتحان کنن، به اون آسونی همیشه نیست، و اگر بدونیم امتحان چطوره که خب قبلا آماده میکنیم و در امتحان قبول میشیم، و همیشه اهل هر دیانتی نمیدونه اون امتحان چطور میشه.
حضرت مسیح به اشاره و رمز میگه من روی ابرهای آسمان دوباره خواهم اومد. خب حضرت محمد که روی ابرهای آسمان نیومدن و این رمز و اشاره رو نفهمیدن که اون ابرها علمایی بودن که جلوی انتشار نور خورشید محمدی رو میگرفتن، همون جهلایی که به اسم عالم در دوره حضرت محمد حکومت میکردن. و حضرت محمد عموی خودشون رو که جز این علما بود به جای ابوالعلم ابوالجهل لقب داد. در تمام دوره ها این سنت الهی است که به این سنت در قرآن کریم خیلی اشاره میشه. حالا ببینید که چقدر در دیانت ها اشاره شده برای اینکه ما احتیاج داریم که از اون صراط مستقیم بگذریم، ولی وقتی روز امتحان میاد و اون عهد و پیمان قسمت اصلیش که دنباله اطاعت ماست از پیغمبرمون، دنباله اطاعت اهل دیانت حضرت موسی است که حضرت مسیح رو بشناسند، دنباله امتحان مسیحی ها این است که وقتی حضرت محمد که بشارتشون در تورات و انجیل داده شده تشریف میارن و اظهار امرشون رو میکنن شناخته بشن که مسیحی ها نکردن. حالا امتحان ملت اسلام اونه که در اون روز قیامتی که خودشون اعتقاد دارن و در اون عجلی که در قرآن همیشه 1000 سال از اون چی که شما میشمارید اسمش ذکر شده، وقت اون عجل میرسه و عجل امت میرسه به اون عهد و پیمانی که با خداوند بستن در دیانت اسلام بسته شده عمل کنن و الا از امتحان رد میشن، که این امتحان عهد الهی از ماست و انشالله که ما در این امتحان مهم رفوزه نشیم. این یه مختصری بود برای اینکه دوستان عزیز رو بر اثر این مطلب مهمی که از جمله مطالب کلمات مکرونه هست به وفا کردن به عهد و پیمانی که پیروان همه دیانت با پیغمبرشون بستن. یعنی وقتی ما یک دینی رو قبول داریم، چه زردوشی باشیم، چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان، چه باهایی، باید بدونیم که این عهد و پیمان که بستیم فقط برای اجرای احکام معمولیمون نیست، بلکه در آخر دوره دیانت وقتی میشه که دیانت بعد بیاد و خیلی مشکل هست که بعد از 1000 سال، 600 سال، 2000 سال ما این قدرت معنوی و روحانی رو داشته باشیم که بدونیم که الان این تغییری در دیانت نیست، بلکه ادامه همون ادیانه که خداوند حالا تجدید عهد و پیمان با ما میکنه. مثل اینکه ما کلاس‌های مدرسه رو که میگذرونیم عقب نمیریم، که کلاس‌های قبل رو که منکر نمیشیم، دو تا چهار تا همیشه دو تا چهار تا میمونه و اون چیزی که در کلاس 6 و 7 خوندیم در کلاس 8 هم هست، در کلاس 9 هم هست، منتها مقداری به علم و فرهنگ در این مورد به فهم روحانی ما، به آزادی دینی ما و به بلوغ روحانی و انسانیمون اضافه میشه. انشالله که همین چند کلمه در شرح کلمات مکنونه که بنده سعی کردم در این چند دقیقه بتونم تشریح کنم، ولی فقط به اشاره به این مسائل رسید، کافی باشه که دوستان حقیقت پژوه به دنبال حقیقت بگردن و اگر خدا کمکشون کنه و حتما کمک میکنه چون قول داده، به اون چی که دلشون میخواد و خداوند میخواد برسن. انشالله که خداوند یار و همراه شما باشه. خداحافظ شما. ای دوستان من، یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعه مبارکه زمان واقع شده با من نمودید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی بینم. البته غرور و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانست صبر نمودم و اظهار نداشتم. هم میهنان عزیز، ویدیوی کوتاهی را که ملاحظه خواهید نمود در راستای آگاهی همگان با وضعیت اندوهبار شهروندان بهائی ایران تهیه شده است. پیامش از سوی نشاندهنده آزار و ستم و محرومیت‌هایی است که هموطنان بهائی هر روز با آن در زادگاه خیش روبرو هستند و از سوی دیگر بیانگر احساسات و عواطف عمیق بهائیان ایران
نسبت به میهن خیش ایران است. از توجه شما به این ویدیو سپاسگزاریم. من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد، آن آشنا خوشکاندن گلها به بهاران نسزد، تهمت جاسوسی بیگانه به یاران نسزد، قحطی مهر است و صداقت به سیاست، هم تهمت پج مردن گلزار به باران نسزد، تهمت پج مردن گلزار به باران نسزد.
آفت این باغ نه بیگانه، نه بیگانه که بیگانگی است. درد بیگانه مبین، آفت ما خانگی است. دفتر تاریخ ز ایران چه نکو یاد کند، دفتر تاریخ ز ایران چه نکو یاد کند. ملت ما شهره به آزادی و فرزانگی است، ملت ما شهره به آزادی و فرزانگی است. آفت این باب نبیگانه، نبیگانه که بیگانگی است. درد بیگانه مبی، آفت ما خانگی است. دفتر تاریخ ز ایران چه نکو یاد کند، دفتر تاریخ ز ایران چه نکو یاد کند. ملت ما شهره به آزادی و فرزانگی است، ملت ما شهره به آزادی و فرزانگی است. هر چه کنی هموطنی. بینندگان عزیز و ارجمند، با سلامی گرم و درودی پرمهر از اینکه بار دیگر به برنامه آیین بهائی توجه فرموده اید بسیار سپاسگزاری میکنم. ما امروز در خدمت آقای مهندس حسین امانت هستیم و بسیار خوشبخت هستم که ایشان بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتند و به ما ملحق شدند. خیلی خوش آمدید آقای امانت. بدون شک بسیاری از شما بینندگان عزیز با مهندس حسین امانت آشنا هستید، چه از طریق برنامه‌های تلویزیونی که ما قبلاً با ایشان داشتیم و چه از طریق در واقع شهرت ایشان که شهرتی جهانی به خاطر کارهای معماری که ایشان انجام دادن. علل خصوص مهندس حسین امانت برای ایرانیان چهره‌ای کاملاً شناخته شده است. ایشان مهندس طراح میدان شهیاد یا میدان آزادی بودند و فکر میکنم 42 سال قبل این میدان طراحی شده و ساخته شده. از جمله کارهای بسیار متعدد و مفصلی که ایشان کردن در زمینه‌های معماری میتوان سفارت ایران رو در چین، ساختمان میراث فرهنگی در تهران و بسیاری از ابنی‌های دیگر رو نام برد. مهندس حسین امانت فارغ التحصیل از دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته معماری هستن و بسیار خوشوقت هستم که امروز ما در خدمتشون هستیم. آیا امانت اجازه فهمید من اولین سوالم رو اینطور مطرح بکنم که شما که الان در امریکای شمالی در کانادا ساکن هستید چه نوع کارهای معماری رو انجام میدید؟ دفتر من روی پروژه‌های نقاط مختلف دنیا هنوز کار میکنه. بله. ما چند ساختمان های رایز یا برج مسکونی داریم در سان دیگو و در ونکوور. بله. و روی پروژه های بزرگتری هم مشغول کار هستیم. این کارهای اصلی دفتر ماست، ولی البته کتابخانه در بیجینگ چین ترک کردیم که باید ساخته بشه. بله. و در نقاط دیگر امریکا هم پروژه های داریم، به سری کامیونیتی سنتر. بله. در نقاط مختلف. بله. مشغول هستیم. بله. به طور آی امانت میخواستم این معماری سنتی ایران که بسیار غنی هست در کارهای شما چه تأثیری داشته در کارهایی که کردید و آیا این تأثیر هنوز هم ادامه داره یا نه؟ بله، البته شخصی که تو ایران بزرگ میشه و در ایران هم مثلا تحصیل میکنه، بعدم دوران تحصیلش همه ساختمان‌های قدیمی رو میبینه و مخصوصا این که معماری ایران یکی از غنی ترین منابع معماری جهان هست، خبری که در این ساختمونا هست یه چیز بی‌نظیره و اینو بنده به عنوان یک ایرانی نمیگم، اینو کسایی که از خارج میبینم آمدن ایران و ایرانو دیدن واقعا عاشق این مملکت میشن و عاشق معماری ایران. بله. هر آرشیتکتی من دیدم غیر از تعریف و تمجید چیزی نداشته و این دلیلش
یک چیز خیلی عجیبیه. من فکر میکنم برای اینکه ریشه تاریخ معماری ایران از دوره هخامنشی میاد و از تمدن‌هایی که اطراف ایران بوده، بعد پارتی‌ها که اولین قصا رو زدن و بعد ساسانی‌ها که این بناهای خیلی زیبا و با هیبت و عظیم رو ساختن، مثل طاق کسرا و قصر سروستان و غیره و فیروزآباد و اینا، همه پر از یه چیزایی که آدم ازش یاد میگیره، ولی البته از اینا زیاد نمونده. ولی دوره اسلام که همین کار رو ادامه داده و منجر شده به ساختن مساجد و بناهای عمومی ایرانی، اینا همش پر از چیزایی که انسان میتونه ازش فرا بگیره واقعا. و این هیچ وقت هم تموم نمیشه. من یکی از نقاط تأسفم اینی که در مملکت خودم نیستم، اینی که چرا این ساختمان‌ها رو نمیتونم ببینم. برای اینکه واقعا مثل این که شما یه شعر حافظ رو میخونین، هر دفعه میرین میبینین یه معنی تازه از اون ساختمان میگیرین، مثل اینی که این شعر حافظ دوباره خوندین یه چیز تازه براتون روشن میشه. این طوره این بنا. و به خاطر این وقتی انسان تو این محیط بزرگ میشه و درس میخونه و کروکی میکنه از در و دیوار همه این ساختمان‌ها نقشه میکشه، این همیشه باهاش میمونه دیگه. هر کاری شما بکنین یه تأثیری از اون دارین و این تأثیر بعضی وقتا خیلی واضحه، بعضی وقتا مکنونه و پنهانه تو این ساختمان. وقتی که واضحه مثل شهیاده که دقیقاً و صریحاً و مخصوصاً از معماری ایران ملهمه و مثل میراث فرهنگیه که اصلاً مخصوصاً ما توش قوس زدیم و گنبد ایرانی رو تکرار کردیم با یه نوع تازه‌ای. عجب می‌فهمید. ولی یه وقتایی هم این خیلی به صورت متواضع و پنهانی وارد گود میشه و اون مثلا تناسبات ساختمون هست، تناسبات بین فضاهای خالی و پر، بین حیاتها و بین ایوانها و بعد بین فضاهای داخلی ساختمون، که اینا واقعا یک موزیک عجیب غریبیه تو بناهای ایرانی که هر گوشش به آدم یاد میده و آدم که کار میکنه طبعا از این تأثیر میگیره. میدونی؟ و باید عرض کنم که در اغلب کاری که من میکنم این تأثیر این البته هست، ولی البته خب ما این روزا های رایز فرض کنید 36 طبقه طرح میکنیم، خب تو اون شما اثری از این جزئیات نمیبینید، ولی تناسب رو میبینید، طرزی که وارد حال ورودی اون میشین، چطور بر میگردین، اینا همه خیلی مهمه. و به نظرم اگه یه کاری میکنیم که مردم توش اونو زیبا و مطبوع حس میکنن، شاید یه رابطه به اون زیبایی و تناسبات بناهای ایرانی داره. شکی نداره که از اون جمعه اگه خوب باشه اونده، اگه بعدی که معلوم ما بلد نبودیم چیکار کنیم. بله. مسئله دیگه ای که توی معماری بی نظیر ایران هست، مسئله فضاهای شهری ایرانه. بله. البته این فضاها یه مقداریش به اجبار طبیعت و تاریخ ایجاد شده. یه نهر آبی بوده، خیابون هم کنار اون همون فرمو پیدا کرده. ولی یه شهرهایی مثل یزد و کاشان، یک کوچه پس کوچه هایی هست و از این کوچه پس کوچه ها به یک میدان های زیبایی رسیدن هست و از اون میدان ها به کوچه های دیگه رفتن هست. اینا همش برای آرشیتکت یک درسه که شما چطور فضای شهری رو برای شهرهای مدرن یک کاری بکنین که اون مقیاس انسانی و اون طرزی که انسان ازش خوشش میاد وقتی راه میره تو اون فضا رو بتونید تکرار کنید. اینی که مثلا بنده الان توی یک طراحی شهری که دارم میکنم توی یک قسمتی از جنوب ونکوور، یه مجموعه خیلی خیلی بزرگی 2000 تا خانه درش هست، من که طرح میکنم حتما متوجه اون پرسپکتیو کوچه یزدم و اون بادگیری که اون تا معلوم بود
و اون مناره‌ای که وقتی میچرخیدین اون طرف میدیدین و اون گنبدی که در طرف راست اون میدون میدیدین و اون میدونی که ایجاد میکردین وقتی راه میرفتین، اینا من الان دارم تو این قرن کار میکنم، توجه میفهمید؟ ولی در فکر من میدون خان یزده یا اینکه میدون شاه اصفهانه یا اینکه اون کوچه یکی تو امامزاده گوشه کاشان یادمه و متوجهم که من میخوام اون پرسپکتیو رو دوباره درست کنم و اینکه میدونم که چقدر خودم خوشم میومد و چقدر همه خوششون میومد. توجه میفهمید؟ اینا چیزاییه که شما وقتی در محیط ایرانین این موهبت رو دارین که حس کنین حرفا رو در جا بفهمین چه خبره. من فکر میکنم کمتر جایی اینطوره. البته ایران از هر نظر برجسته است، چون با مردمش هم خیلی باهوشن و این کارا رو اونا کردن. به نظر من معماری نمونه از بقیه فرهنگ ایرانه. میدونید شعر ایران، قالی ایران، همه اینا واقعا یک شاهدی هست بر این عظمت فرهنگی. و خب بودن داخل این خیلی ارزش داره. فیلم ایران هم داره جزء همون میشه. میدونید چون ایرانی ها این استعدادو دارن، فیلم هم دارن میبرن تو اون ساعت، که امیدوارم همیشه موفق باشن و بهتر بشه. ولی اینطوره میدونیم. و معماری هم بچه های معماری ایران خیلی آرشیتکت های خوبی هن. اغلب یه سطح خوبی در ایران سیاله. من که هر معماری از جامعه ایران میبینم، میبینم واقعا یه مهارت هایی دارن که خیلی قابل تحسینه. ای رسیده از را از دیار یاران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، برام از خاطرهای خوش اون خونه بگو، از کنار جاجود و لب رودخونه بگو، واسم از میدون تو خونه بگو، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، خواستم از بوی خوش فضای بازار بگو، از خدازاری مردم گرفتار بگو، از شکست دلی که با دستای استخوری سر پل برای مردم میزده تار بگو، سر پل برای مردم میزده تار بگو، بگو از بار به دوشی که به جرم زندگی کمر شکسته و در نمیاد دیگه صداش، بگو از اون پیر مردی که تا من یاد دارم توی زندگیش واسه یه لقمه نون کرده تلاش، کرده تلاش، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از جاده های ساحلی، بارونا و دیوارای کاگلی، چه خبر از روزگار مردم خوش باور، چه خبر از اون همه یه رنگی و ساده بینی. بینندگان عزیز، از اینکه این دقایق رو با ما میگذرانید مجددا سپاسگزاری میکنم. ما امروز در خدمت مهندس حسین امانت هستیم و با ایشان درباره بعضی از کارهای طراحی معماری که ایشون انجام دادن به صحبت و گفتگو نشستیم. میخواستم خواهش بکنم بفرمایید پروژه هایی که شما الان انجام میدید چه مسائلی درش خیلی اهمیت داره؟ پروژه هایی که ما این روزها در شهرداری های مختلف مثلا امریکا و کانادا انجام میدیم، یه مسئله خیلی مهم شده توی شهرداری ها. یه مسئله همیشه بوده که این که مثلا شما پله فرار بذارین حرفا، این کدام هی عوضش میکنن، بهترش میکنن، سخترش میکنن و ما مجبوریم با اون کد جلو بریم. ولی یه مسئله هست که توی کدام نیست.
یه مسائلی که احساسیه، یه مقداریش، یه مقداری هم واقعا اساسا مهمه بله. که تازه وارد جریان تصویب این پروژه ها شده بله. چون شهرداری ها اولا متوجه شدن و این موضوع خیلی مهم شده که شما شهر رو وقتی توش یه ساختمون میذارین یه مسئولیتی دارین که این ساختمون با بقیه شهر چطور عمل میکنه بله. یعنی خود این ساختمون قیافش چیه اصلا مهم نیست، یعنی برای شهر مهم نیست بله. برای شهر مهمی که این ساختمون با شهر چطور اینتراکت میکنه، حالا اینتراکت یعنی هماهنگی داره، هماهنگی میکنه یا بله یا چه زندگی در شهر ایجاد میکنه. حالا بله. مثلا شما بیاین وسط مرکز شهر که پر از رفت و آمده و این حرفا یه ساختمون بسازیم که تمام طبقه همکفش یه دیواره و دیوارم خیلی آجر قشنگی روش تر کردیم ولی این دیوار بسته است که اینجا بهش میگن دیوار کور بله. میگن بلایند وال. حالا شما اینو بذارین توی شهر بله. این خیلی کار اشتباهیه برای اینکه این بنا مثل آدم میخواد صحبت کنه با خیابون و برای صحبت با خیابون یه دیوار آجری که هر چقدر نقشه روش قشنگ باشه خیلی چیز بیموردیه بله. اینها شهرداری میخواد از شما که یه دیوار شیشه‌ای بذارید که توش یه عملی داره انجام شه، یا ورودی ساختمونه یا اینکه یه مغازه است بله. یا اینکه یک زندگی تو اون هست بله. که اولا شب که کسی از اونجا راه میره روشن امتره و دومن زندگی که قبل یه سری مغازه هست شما اگه با اون دیوار قطع کنین خب این بساط و مغازه های بعدی هم خراب میشه. اینی که برای شهرداری این مسائل خیلی مهمه بله. اینی که بنا وقتی که میشینه توی شهر چه تأثیری تو زندگی شهر میذاره بله. پیاده که داره از جو راه میره چه نوع فعل و انفعالی بین پیاده و اون ساختمون یا همین اینتراکشن چیه بله. و آیا این زندگی این آدمای پیاده رو این ساختمون غنی‌تر میکنه یا اینکه بیشتر ناراحت میکنه بله. خب مثلا این ساختمون سر نفش باید جا بده یا یه میدون واس کنه که توش مجسمه بذارن که مردم شهر لذت ببرن و آرتیستای شهر توش یه چیزی بسازن، هنرمندای شهر. اینا رو شهرداری میخواد و این خیلی مسئله مهمیه که بنا توی شهر چه رولی داره ده. که این عرض کردم این همون حالتیه که در ایدئال میرسه به این زیبایی هایی که بافت شهر قدیمی ایران دارن که اینا انقدر با این چارخونه هایی که داشتن زندگی رو در شهر از بین بردن که حالا با توجه به این لطائف شهرسازی های قدیم چه در اروپا و چه در شرق میخوان یه زندگی تازه به این شهر رو بدن ده. و حالا پلنرها یعنی کسایی که مسئول شهرسازی هستن توی شهرداری ها میخوان که علاوه بر این که آرشیتکت ساختمون خوبی از نظر معماری طرح کنه به این مسائل شهری توجه کامل بکنه ده. البته این بحثش مفصله، من یه خلاصه اشاره کردم بله. بهش. و دوم این که شما ساختمونی که میسازید چقدر به محیط زیست ضرر میزنه یا نمیزنه. یعنی شهرداری ها معمولا مثلا شما میخواین این ساختمون 30 طبقه بسازین راضی نیستن همینطوری به شما اجازه بدن 30 طبقه بسازین بله. از شما یه چیزایی میگیرن بله. که در مقابلش اون 30 طبقه رو اجازه بدن بله. می‌دونین چی عرض می‌کنم؟ چون دارن یه حقی به شما میدن بله. که شما رو زمین 30 طبقه بسازین میتونن بگن 10 طبقه بساز ولی در مقابل اون از شما یه چیزی میخوان بله. اون چیه؟ یه چیزیه که باید به جامعه نفعش برسه یا اقلا نمیرسه ضرر نرسه بله. خب حالا اینی که این ساختمونی که شما میسازین میخوان متوجه باشند که اولا انرژی کم مصرف میکنه، دوما صدمه کم میزنه به طبیعت بله. توجه میفهمید؟ و سوما باعث حفظ محیط زیسته. حالا مثلا من چند مسئله میگم. یکی این که خب انرژی کم مصرف میکنه، مثلا شما ساختمونو بسازین شیشه هاش هم به جنوب واس کنین داغ بشه بعد ایرکاندیشن بزنین و خنک کنه
وقتی که این کار میکنین یه مقدار زیادی الکتریسیتی دارین تلف میکنین و فضای زمین رو دارین با این سوخت ایجاد کننده الکتریسیتی گرم میکنین، پس دارین کار رو خراب میکنین. الان اینا متوجه شدن. اگه شما به اینا این در حقیقت قول ندین و نشون ندین که چطوری این ساختمون ضرر نمیزنه، اجازه نمیدن بسازیم. بله. توجه می‌کنید؟ اینی که مثلا ما میریم توی یه شهری مثل هر جای امریکا، شهرداری‌ها فرق دارن. بعضیشون خیلی آوانگاردن. مثلا سانتا مونیکا اینا خیلی توقعاتشون زیاده. اینا مثلا میگن که شما ساختمون ساختین، ما می‌خوام ببینیم که مثلا چیکار می‌کنین. ما میگیم خب انرژی ساختمون رو از آفتاب میگیریم، یه مقداریشو نمیتونیم همشو بکنیم، یعنی با سولار پنل میذاریم. خب مثلا این یک پوینتی میده به ساختمون، یه امتیازی امتیاز. یا اینکه میگیم سقف ساختمون رو باغچه سبز میکنیم، بهش میگن گرین روف. خب این برای اینه که وقتی بارون میاد همش نره توی فاضلاب، بارون تو اون گل میمونه، توی چمن و گلی که روی سقف هست. و بعد از یه مدتی جذب میشه و این خیلی چیز مهمیه برای حفظ حرارت توی ساختمون، حفظ آب و غیره. موضوع دیگر، موضوع اصلا مصرف کم آبه. چون آب یک ماده خیلی با ارزشیه تو دنیا. درسته. و حتی تو کانادا هم که بارون زیاد میاد برایشون مهمی که شما آب چقدر مصرف میکنید. پس ساختمون شما بعد یه طوری باشه که مثلا سیفونای توالت باید طوری باشه که کمتر مصرف آب بکنه. بله. مثلا. بله. یا اینکه آب بارون که میاد تو ساختمون یه جای انبار بشه، ازش استفاده برای آبیاری گلای همون ساختمون بشه. بله. نه اینکه بره توی چاه فاضلاب بره. بله. عجب می‌فهمید. اینی که آب یه احترام خیلی شدیدی داره پیدا می‌کنه توی یه جای مثل کالیفرنیا که آب کمه. بله. چیزای شبیه این که عرض میکنم، مثلا این که آب برسه از توی زمین بتونه نفوذ کنه و برسه به لایه‌های پایینی زمین. بله. برای این که فهمیدن که وقتی شما آسفالت زیاد میکنین همه جا، بیشتر آبو میفرسین تو فاضلاب بره و سطوح طبیعی زمین حالت طبیعی خودشون از دست میدن که ضرر داره. یا این که مسئله همین تهویه کوران عادی توی ساختمون، که شما هوا رو توی ساختمون طوری رد میکنین که طبیعی ساختمون رو خنک کنه، کاری که بادگیرهای ایران توی یزد و کاشان رو غیره میکردن. بله. که اینا هوا رو از یه طرف میوردن میبردن اتاقه رو خنک میکرد، از یه طرف دیگه میرفت بیرون. من فکر میکنم مثلا مسئله بادگیر مسئله که معماران ایران توی لابراتواری باید اونو مدرنش کنن. یعنی نکات منفیشو که خاکو میاره تو، یا اینکه زمستون سرده، اینا یه جوری حل کنن. بله. ولی بذارن که این وقتی که میتونه کار کنه کار کنه. بله. میدونین وقتی تو ساختمانهای مدرن اینو وارد گود بکنیم ما. بله. چون این ور دنیا دارن میکنن این کارو. بله. توی آلمان این کارو میکنن. مثلا یکی از مسائلی که ما خیلی برامون تازگی مطرح شده اینی که اینا سعی میکنن افراد رو در نقاطی سکونت بدن که نزدیک کارشون باشه. بله. روزی میکنی. بله. که مجبور نشن اتومبیل سوار شن. بله. و با این کار مصرف انرژی رو کم کن. و اینا همه تو کار پلنینگ یه پروژه‌ای که ما داریم میکشیم خیلی موثره. بله. که چه کاری میکنیم که حرکت اتومبیل نه کمتر لازم باشه، مردم لازم نباشه اصلا اتومبیل مصرف کنن. ده. و روی اینطوری ما امتیاز میگیریم که بعداً با این امتیاز ها یه جمعش به یه عددی برسه که بهش میگن LEED، یکی از روش های اندازه‌گیری این کاره لید. اگه به اون مرحله بسیریم شهرداری به ما یه امتیازاتی میده. ما میگه که مثلا میتونین سه طبقه هم بیشتر بسازیم، چون شما به ما گفتیم که طبیعت رو ضرر نمیزنیم. بله. بله. چیزی که تو ایران بوده مثلا یکی از این حرفای اینا اینی که شما مساله ساختمانی از راه دور نیارین، چون باید کامیون اینو بیاره و این سوخت مصرف میکنه، فضا رو کثیف میکنه و زمین رو گرم میکنه. بله. یعنی اتمسفر زمین رو گرم میکنه. بله. پس بهتره که مساله ساختمانی هر کدام از محلی که هستن و نزدیک اونجا بیان، درست مثل دهات ایران که اصلا اون خاک
ده اونو می ساختن یا آجر درست می کردن، دیگه نمی رفتن از یه جای دیگه مسئله بیارن. بله، یعنی یه چیزی که در قدیم خیلی طبیعی در معماری ایران بود، مثل بادگیر، بله، و مثل کوران و کوران هوا، و مثل همین عرضی کردم راجب خشت و گل و آجر و غیره، اینا الان یه چیزی که اینا دارن یه کاری میکنن که ما مجبور بشیم این راه رو بریم. ده. بله، و من فکر میکنم برای ایرونیا اگه اینو یه سیستمی برن و مطالعه کنن خیلی خیلی با ارزشه، میتونن به تمام دنیا اینو بفروشن، این فکر رو. بله، و خیلی کاری نداره برای ایران، و حالا انشالله حتما انجام خواهد. خیلی ممنونم از توضیحات خیلی جالب و شیوایی که به من فرمودید. این مسئله محیط زیست البته به زمینه‌های دیگر هم کشیده شده، و البته خیلی جالب است که حتی در مسئله معماری به این صورت مورد توجه قرار میگیره. و بنده با وجودی که هیچ اطلاعی در زمینه معماری اینها ندارم، اما با این توضیحات جالبی که شما بیان فرمودید، حالا فکر میکنم الان هر وقت به یه جایی برم، به یک محلی برم، مقدار ساختمون باشه، به خصوص ساختمان‌های بزرگ یا سنتی و غیر اینها، حالا احساس میکنم با یه دید دیگری به اینها نگاه خواهم کرد. با این توضیحاتی که فرمودید، به این ابعاد و اندازه ها و تناسب ها و مسائل مختلفی که بیان فرمودید، و مطمئنم برای بینندگان عزیز که در ایران زندگی میکنند، اینها البته این موقعیت مختنم در اختیارشون هست که میتونن به این ساختمان‌های سنتی برند و این مطالبی که شما بهش اشاره فرمودید در اونجا ببینن و لذت ببرن. برای جوانان ایرانی که میخوان وارد این رشته بشن و در واقع معماری رو رشته تحصیلی خودشون قرار بدن و شغل خودشون، توصیه‌هایی دارید؟ بله، البته من توصیه میکنم حتما وارد این کار بشن. ولی معمار بودن احتیاج به یک اشتیاق چند جنبه‌ای داره، چند جنبه‌ای از این نظر که متاسفانه منم هیچ وقت موفق نشدم. شما هم باید نقاش باشین، هم باید مجسمه‌ساز باشین، هم باید شاعر باشین. شاعر نه که شعر بگین، ولی اقلا شعر رو بفهمین. بله. و باید موزیسین باشین، باید همه چیز فرهنگ انسان رو درش دست پیدا کنین. یعنی وقتی شما میخواین معمار خوب بشین باید خیلی زحمت بکشین. ولی البته واقعا دانشکده معماری که من درش تحصیل کردم این شغل درش بود، همه میخواستن بهترین باشن، همه میخواستن بدونن که آخرین پروژه هایی که تو دنیا اجرا شده چیه و چرا این شکلی شده. یه شوقی در بچه های معماری بود، و فکر کنم هنوزم بعضی از آقایون معماری که از ایران میان ممنونم درشون این حالت هست. البته من فکر میکنم همین معماری غنی ایران که اطراف ما هست، بله، اینو مطالعه بکنیم خیلی خوب و ببینیم چه پیامی بر ما داره. بله. رازی میکنیم و سعی کنیم اون کاری که ما میکردیم دوره که دانشگاه بودیم، هر هفته جمعه ها ما بیرون شهر داشتیم کروکی میکردیم از در و دیوار، و دائم سفر میکردیم نقاط مختلف ایران و بناهای مهم قدیم ایران رو میدیدیم. بله. و روش کار میکردیم، نقشه برداری میکردیم. این کارها خیلی لازمه. بله. ولی البته در کنار این باید شخص متوجه تکنولوژی جدید باشه، باید ببینه چه خبر دنیا هست. بله. و اینه که باید با علاقه باشه که وارد این کار میشه. بله. حاضر بشه وقتهای زیاد بشه تا صبح بیدار بمونه ماه روزها. بله. و کار رو به یه جایی برسونه که قابل عرضه باشه. ولی در هر حال فکر میکنم برای یه ایرانی معمار شدن یک امتیازه، برای اینکه یه محیط خیلی غنی در کنارش هست که ازش میتونه استفاده کنه. بله. بی نهایت مجدداً سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که در آینده بتونیم مجدداً در خدمت شما باشیم و از این اطلاعات وسیع و در واقع هم اطلاعات علمی شما و هم اون دید هنری شما نسبت به این قضايا استفاده بیشتر ببریم. متشکرم. بینندگان عزیز، همینطور از شما بسیار سپاسگزاری میکنم که به برنامه آینه بهائی توجه میفرمایید. امیدوار هستم که همواره خوب و خوش و خرم باشید و تا نوبت دیگر که در خدمت شما خواهیم بود، شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. جان و روانتان خوش باد.
آخری روزا با مادرم رفته بودم دندون پزشک و بعدش رفتیم خرید. مامانم درد داشت و میخواستیم هر چه زودتر کارمون انجام بدیم و بیایم خونه. حواسمون تو کارمون بود. حالا همینطور که داشتیم وارد مغازه میشدیم بعد از رفتن به دکتر، یک خانم مسنی با خریداش میمد بیرون و پیدا بود که براش سخت بود، زیاد بود خریداش و مونده بود معطل که حالا تو این بارونا چجوری خریداشو بکشه ببره خونه. من و مادرم هم هر دو دیدیمش، اما در بحبوحه درد و عجله حواسمونو خیلی جمع نکردیم. بعدن که داشتیم میرفتیم خونه، از تو ماشین دیدیم که یک پلیسی داشت به زنه کمک میکرد و خریداشو میبرد. معلوم شد که واقعا کمک لازم داشته. مامانم هم فورا پشیمون شد و طبق معمول سخت دلش برای خانم سوخت و گفت عجب کاش بهش کمک کرده بودیم. حتی یکی دو روزم از این ماجرا که گذشت به این فکر بود که چرا ما اون لحظه رو از دست دادیم و بهش کمک نکردیم. مادرم اصولا خیلی آدم دلسوز و دلرحمیه و من حالتاشو درک میکنم. از ماجرای زندگی و از سختی‌هایی که دیگران میکشن شدیداً ناراحت میشیم هر دو، به خصوص وقتی کاری از دستمون بند نیاد یا مثل اون روز موقعیت کمک رو از دست داده باشیم. حالا یک روانشناسی این حالت رو تو تلویزیون تفسیر میکرد و میگفت که آدم هایی که انقدر دلسوز هستن و خودشون از ناراحتی های آدم های دیگه قصهشون میشه، در واقع به فکر خودشون هستن و میترسن که برای خودشون یک همچی حادثه ای ممکنی پیش بیاد. یعنی عقیدش این بود که ریشه احساساتمون مربوط به خودمون و دلسوزی نسبت به خودمون میشه. اما من با این حرف 100% موافق نیستم، چون تو اون لحظه‌ای که مثلا با اون خانوم مثلا روبرو میشم، از ته دل ترجیح میدم که خودم سختی بکشم تا اینکه اون بکشه. احساس نمی‌کنم که در اصل دلم شور آینده خودم میزنه، نمیدونم. اما حالا هم از این گذشته، از من گذشته، احساس یک مادر مثلا برای بچهش یک عشق صادقانه‌ایه. یعنی وقتی یک مادر میره دنبال بچهش، میبینه از مدرسه نیومده خونه یا تو فروشگاه دست بچهش رو گم میکنه، این احساس وحشت و ترس برای بچهش صادقانه است. برای بچهش، نه برای خودش که خودش مثلا یک دفعه بترسه نکنه خودش گم بشه یا برای خودش یک همچی حادثه‌ای پیش بیاد. یک مادر حاضره هر لحظه هزار برابر سختی بچهش رو بکشه تا بچهش راحت و امن باشه. خلاصه مقصودم اینه که افکارمون، احساسمون و عشقمون نباید حتما ریشش عشق خودمون نسبت به خودمون باشه. میتونه کاملا هم عشقمون نسبت به دیگران باشه و صادقانه احساس مسئولیت کنیم نسبت به دیگران. اصلا این در واقع به نظر من مقصد زندگیه که آدم هرچی بیشتر از خودش و از نفس خودش یواش یواش بگذره و عشقش نسبت به دیگران بزرگتر بشه. بینندگان گرامی، امیدواریم که برنامه امروزمان را پسندیده باشید. از تماس‌های پرمحبت شما عزیزان سپاسگزاریم و امیدواریم که همچنان این تماس‌ها ادامه داشته باشد. می توانید نظرات، سوالات و پیشنهادهایتان را با این شماره تلفن و فکس با ما در میان گذارید. 202 747 3700